خزانه شاهی، کاخ صدستون و بالاخره دژ و باروی حفاظتی که در ورای آن شهر پارسه قرار داشته است. تخت جمشید بازمانده ارگ شهر پارسه است. اینم دیوار ارگ. پشت این دیوار شهر وسیع پارسه افتاده بوده که بر طبق روال سنتی ایران با معماری خشتی برآورده شده بوده. در نتیجه بعد از اینکه اسکندر اونجا رو آتش زد و به نابودی کشون، شهر خودش به ویرانی بیشتر رفت و دشتی بیشتر ازش باقی نموند. ولی این مورخین اسکندر برای ما گفتن و دیودوروس سیسیلی اون رو نقل کرده که این غنی ترین شهر زیر آفتاب بود و امروز فقط از این شهر بسیار بزرگ در این دشت چند تا تکه سنگی از خانه های عیانی بیشتر باقی نمونده. اینک به معرفی قسمت های مختلف تخت جمشید می‌پردازیم. پلکان های اصلی ورودی. هر پلکان دارای 111 پله است که هر پله نزدیک به 7 متر طول، 38 سانتی متر عرض و فقط 10 سانتی متر بلندی دارد. پهن بودن پله ها و کوتاه بودن ارتفاع آنها احتمالاً از آن جهت است که عده بسیار زیادی از بزرگان اداری و لشکری و هدیه آورندگان گوناگون بتوانند به آسانی و در کنار هم از آنها بالا بروند، چنان که در نقش های برجسته پلکان های کاخ مرکزی و کاخ آبادانا چنین صحنه هایی مجسم شده. در مشرق پلکان ورودی کاخ کوچکی است که دروازه ملل نام دارد، زیرا که نمایندگان همه ملت های تابع امپراتوری هخامنشی ابتدا به آن وارد می شده و سپس به سوی کاخ های بارهان می رفتند. در دو جانب درگاه غربی دو نرگاو بسیار عظیم جرزهای درگاه را بر پشت خود نگه داشتند. روی اینها به سمت غرب است، یعنی دشت و بازدید کننده تازه وارد شده را می نگرند. از درگاه غربی که بگذریم وارد اتاق بزرگ چهار ستونی می شویم. دور تا دور اتاق سکویی به طول 52 متر و ارتفاع 52 سانتی متر از سنگ سیاه رنگ خوشتراش تعبیه کرده بودند که محل نشستن میهمانان و نجوایی بوده که به این اتاق انتظار می آمدند. اقوام مختلف از جاهای بزرگ شاهنشاهی ایران می آمدند و بر حسب دوری و نزدیکیشون در این تالار گرد می آمدند. بعد روی این سکو گروه گروه می نشستند. نمایندگان نجوای ایرانی هم روی اون سکو و گروه گروه آماده می نشستند. پشت این دیوارها تماماً از کاشی‌های رنگین تا سقف به تزیینات نخل و سرو و ستاره و لوتوس آراسته بود. یه شکوه خاصی به این محوطه می‌داد. بعد از اینکه اینها اجازه ورود پیدا می‌کردند، بارسالار که در اینجا ایستاده بود و کاخ رو می‌دید، کاخ بارعام رو می‌دید، بهش اشاره میشد که حالا گروه دوم رو بفرست، گروه سوم رو بفرست و این گروه های نمایندگان ملل مختلف از درگاه جنوبی وارد میشدن، نمایندگان نجبا از درگاه شرقی وارد خیابان رژه میشدن. درگاه شرقی همان وضع و اندازه درگاه غربی را دارد، جز آن که به جای نرگاوان دروازبان ابوالهول هایی با سر انسان، تنه گاو و بال عقاب جرزهای درگاه را بر پشت نگاه داشتند. و اما نمایندگان ملل گوناگون تابع امپراتوری با پیشکشها و هدایای خود برای شرکت در مراسم بارعام از پلکان آپادانا بالا رفته و وارد کاخ آپادانا می شدند.
نمایندگان و مهمانان شاهی که از پلکان بالا اومده بودند و میامدن در کاخ آپادانا میبایستی از یکی از این درگاه ها وارد بشن. اینجا که میرسیدن درگاه بسیار بزرگ با دو دلنگه در بوده که از این درگاه ها هیچی نمونده جز این پاشنه‌های مدور و این جای قفل. درها هر که 18 متر ارتفاع داشته مزین بوده با ورقه‌های طلا و نقره گل و بوته‌دار و نقش شیردار که وقتی این درها برای تشریفات بارعامی باز می‌شده به دو طرف تالار وارد می‌شدن تا تردد می‌کردن. اینجا آپادانا است، بزرگترین و باشکوه‌ترین قسمت تخت جمشید. ساخت آپادانا 30 سال به طول انجامیده است. تالار آپادانا و ایوانهای سگانه اون با شکوه ترین و زیباترین اثر جهان قدیمه. این تالار خودش 3600 متر مربع وسعت داره. ستونهاش با 19.70 سانت با اون رعنایی و زیبایی در انواع مختلف نظیر نداره و دیواراش سر تا سر پوشیده بوده از کاشی‌های رنگین با نقوش نخل و گل و بوته و سربازان و حتی کتیبه، و داخل تالار پر از قالی و فرش‌های اعلا بوده و بعد از اون داخل تالار که می شدید عده زیادی از اقوام مختلف به حضور پادشاه می رسیدن و اوج جشن نوروز در اینجا به انجام می رسیده. از 72 ستونی که روزی سقف آپادانا را برپا می داشتن امروز تنها 14 عدد برجاست. هر ستون تالار مرکزی مرکب بود از ساخهای استوانه شیاردار و سرستون گاو دو سر. سقف وسیع و سنگین تالار و روی الوارهای گران از چوب سدر یا سرو استوار بوده است. ضمناً سرستون‌های ایوان شرقی به شکل شیر دو سر بوده است. دیوارهای تخت جمشید از خشت خام و عمدتاً مربع شکل بوده. لایه کوتاهی از این دیوارها در جاهای مختلف تخت جمشید پابرجاست. من الان روی دیوار دور آپادانا حرکت می‌کنم و اون رو گز میکنم. این 6 متر ستبری داره. این دیوار در حدود 22 متر ارتفاع داشته و دور تا دور کاخ رو میپوشنده. سقف آپادانا بر روی این دیوار و ستونهای 72 گانه اون استوار بوده و یک چیز خیلی وسیع و بزرگی شبیه به زمین فوتبال رو میپوشنده. ساختمان این کاخ عظیم کاری بود سترگ و ماندنی. به همین سبب داریوش بزرگ فرمان داد تا نام او و بزرگی ایران شهر را بر 4 خشت زرین و سیمین